بریم سراغ مهمان خوب برنامهمون شایا گلدوست رسما بوی گل اومد تو استودیو سلام به روی ماهت سلام مسیح جون سلام به تو و همه بیننده هایی که ما رو میبینن صدای ما رو میشنن و ممنون از دعوتت مرسی من ممنونم که اومدی مدت ها بود میخواستم دعوتت کنم خصوصا وقتی علیرضا فاضلی رو به قتل رسوندن میدونستم که روزای خوبی نداشتی به من بگو الان وضعیت چجوری توی ایران و در بعد از این قتل خیلی ها ترسیدن حرف نمیزنن از اونایی که تو میشناسی برام بگو از وضعیت ایران خیلی متاسفم واقعا از شنیدن این خبر خبر قتل و کشته شدن علی رضا و علی رضا چون همطور که خودت بهتر میدونی شاید ما خبر قتل علی رضا رو شنیدیم ولی علی رضا زیادی هستند که به دست خانواده افراد نزدیک اطرافیانشون به دست فامیلشون به خاطر گرایش جنسیشون هویت جنسیتیشون مورد آزار اذیت خشونت قرار میگیرن به قتل میرسن اما خبرش هیچ وقت به بیرون درز نمیکنه و ما هیچ وقت متوجه نمیشیم خبر واقعا تکان دهنده بود با اینکه ما میدونستیم که در ایران چه خبره و چه اتفاقایی دلیدم. داره میفته اما این خبر واقعا تکان دهنده بود چون علیرضا داشت بعد از گرفتن معافیت از نظام وظیفه میخواست بره به ترکیه و پناهنده بشه به خاطر اینکه از اون جو بد اجتماعی و قانونی که در ایران وجود داره خودش رو نجات بده و شاید بتونه اون حقی که هر انسانی برای زندگی باید داشته باشه رو به دست بیاره دبیدنج. اما متاسفانه به اونجا نرسید شاید و وزیفه این همین بگم تو فرار کردی تو کولبارت بستی که در بری از این فضا برای همین میخوام از سختی های خود چی باعث شد دقیقا جامعه قانون چی باعث شد به عنوان یک ترنس یا همجنسگرا باعث میشه که فرار بکنن از ایران برای من شاید یک کم شرایط بیشتر اجتماعی بود به این دلیل که حالا به هزار شرط و با هزار چهار چوب در ایران به ترنس های اجازه رو میدن که جرایی کنن البته من موافق این نیستم که دارن به ترنس ها حق و حقوقشون رو میدن فقط به ترنس های امکان رو میدن که انتخاب کنن مرد باشن یا زن باشن و این اجبار شرایط ترنس ها رو در ایران بسیار سختتر و بدتر هم میکنه وقتی به سر جامعه آماده نیست جراحی کاری رو مشکلی رو حل نمیکنه کاری رو پیش نمیبره اما من از ایران زمانی خارج شدم که به اندازه سی سال خسته بودم مم. خسته بودم از نگاه مردم خسته بودم از اینکه به عنوان یک انسان حق و حقوقی برای زندگی ندارم خسته بودم از اینکه چقدر باید بترسم و خودم رو پنهان کنم از گذشتم از اون چیزی که هستم از اون چیزی که میخوام باشم راجع به خودت بگو چه چیزی تو رو آزار میداد مثلا به تو چی میگفتن توی محل کار محل زندگی مسیجون جون یه چیزی که من همیشه میگم و در موردش حرف میزنم اینه این که میگم که من سالها در تونل وحشت نگاه های مردم و خنده های مردم زندگی کردم بدون اینکه هیچ گناهی داشته باشم وقتی که بیرون میرفتم مسخرم میکردن تو پسری دختری خواهری یا خیلی القاب زشت دیگه که برای خطاب قرار دادنم هم به کار می بردن. از یه جایی انقدر اینا روزمرگی زندگی من شده بود اگر یک جایی یکی به من نمی خندید من تعجب می کردم اگر یک جایی یکی بهم به توهین نمی کرد من تعجب می کردم من فکر می کردم که من مستحق اینم که بهم به توهین بشه چون با دیگران فرق دارم خیلی جالبه پریوز داشتم با یکی از دوستانم حرف و داشتم بهش میگفتم گفتم که من انقدر ناامید بودم از خودم و از زندگیم و این تفاوتی که داشتم انقدر منو آزار میداد که من با خودم این موضوع رو حل کرده بودم که نگران آینده نباش تو به دلیل تفاوت اصلا بزرگ نمیشی اصلا به آینده نمیرسی اصلا طبیعت تو رو حذف میکنه چون مثلا به میگفتن ایشالا دوماد بشی نمیدونم فلا اینا, اینا برای من کلمات وحشتناکی بود مم. که مثلا دوماد بشی بری سربازی نمیدونم فلان من خودم اینجوری دلداری میدادم که اصلا تو به اون نمیرسی اتفاقا تو به جای خیلی خوبی رسیدی صدای خیلی هم شدی حالا میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنی یک سری همجنسگراها ها حتی ترنس ها هم مورد خشونت جامعه وقتی قرار میگن میرن سراغ پلیس پلیس هم اونا رو مسخره میکنه پلیس هم به دادشون نمیرسه این فیلم ها رو من خیلی منتشر وقتی دیدی چه حسی داشتی رفتار حکومتی و قانونی با ترنس ها با همجنسگراها ها چجوریه؟ ببین مسی جون وقتی این فیلم ها رو میبینم اینها همه تراما های زندگی خودم هم هست همه اینا رو من تجربه کردم همه اینا رو من در ایران داشتم وقتی مثلا من در ایران دستگیر میشدم به عنوان که یک زن بیهجابم در صورتی که هنوز حالا هویت قانونی منتصب به مردم بود مورد توهین قرار می گرفتم آزار قرار می گرفتم. با القاب زشت منو خطاب می کردن. اما فرقی که من امروز دارم احساس میکنم اگر بخوایم مقایسهش کنیم که قانون چقدر تاثیر گذاره و چه بلایی سر بچه ها میاد در اون قانونی اینه که قانون رفته رفته فرهنگ یک سری از جوامع رو عوض کرده و میکنه مثل الان که من در کانادا زندگی میکنم مردم حتی اگر از یکی خوششون نیاد هوموفوبیک باشن ترانسفوبیک باشن قانون بهشون اجازه نمیده که اونو مورد تبعیض قرار اما متاسفانه ما قانون حمایتی در ایران که نداریم چی گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی جرم انگاری شدن در قانون و مجازاتاش انقدر سنگینه میتونه از شلاق باشه جرایم نقدی باشه تا حتی اعدام به این گناه که اون فرد یک همجنس خودش رو دوست داره به اون ف... گناه که اون فرد با همجنس خودش ارتباط جنسی و یا عاطفی میخواد برقرار کنه و این من فکر میکنم این قانونی که از ظالمانه ترین قوانین در هر کجای دنیا اگر باشه هست به این دلیل که شما عشق رو از یکی میگیرین شما علاقه از یکی میگیرین شما در خصوصی ترین بخش زندگی آدم ها به خودتون اجازه میدین دخالت کنین و برای اون مجازات تعیین کنین و متاسفانه دلیل خروج بچه های LGBTQ از ایران در سالهای اخیر که خیلی هم بیشتر شده همین ترس هاست حالا شما میگی پلیس باشون بد رفتار میکنه خیلی از خانواده ها هستن که بچهشون رو تحویل قانون میدن دقیقا. و بچهشون رو در معرض این خطر قرار میدن شایه جان من همین رو میخوام بپرسم کسایی که دارن ایران رو ترک میکنن تو ترکیه چه وضعیت دارن برای اینکه میگن کشور شما چون در حال جنگ نیست میذارنشون تو نوبت پناهندگی که معلوم که به دادشون برسن وضعیت پناهجویان چجوریه؟ متاسفانه وضعیت پناهجوها و پناهندگان تو سالهای اخیر خیلی خیلی بدتر شده در ترکیه از سپتامبر 2018 که علنا و عملا UNHCR بررسی پرونده های پناهندگی رو به دست اداره مهاجرت ترکیه گذاشت و خودش رو کشید کنار یعنی این قانون قبلا صحبت شده و در موردش به اجرا گذاشته شد دیگه پرونده های بچه های رنگین کمانی یا در اولویت نیست برای اداره مهاجرت ترکیه فرهنگ ترکیه تفاوت چندانی با فرهنگ ایران نداره درسته که تو قانونشون به عنوان یک جرم تلقی نمیشن مجرم تلقی نمیشن بچه های الژی بی تیکیو. اما میبینیم که مقامات مذهبی رئیس جمهور این کشور علنا انتقاد میکنه و اعلام میکنه و نفرت پراکنی میکنه علیه این افراد و از سال 2015 که دیگه برگزاری رژه ها و جشن های افتخار اصلا در ترکیه ممنوع شده و برخورد قانونی میشه بچه ها بسیار الان من میشناسم افرادی که 7-8 سال منتظرن که به پروندهاشون رسیدگی بشه و به کشور مقصد برسن چقدر مورد ضرب و شتم قرار میگیرن توسط مردم ترکیه که دیده منفی دارن به این قضیه به خاطر بیان جنسیتی متفاوتشون اگر لباس متفاوتی میشن اگر آرایش و پیرایش متفاوتی دارن و توی یکی دو سال اخیر به خاطر کرونا و این آتش های اخیری که تو ترکیه هست خیلی ها این رو دلیل وجود پناهنده ها و مخصوصا پناهنده های چون اونا رو خلافکار مفسد و گناه میدونن و بیشتر بچه ها مورد تبیز قرار میگیرن دقیقا شایا خیلی به موضوع فرهنگی اشاره کردی من برای یه مثال میزنم یکی از کسایی که خیلی طرفدار من بود برام نوشت مسی. همه کارات دوست دارم ولی تو رو خدا دیگه راجب همجنسگره نرو کاری نکن چی کار میکنی؟ اونایی که حتی آزادی خواهند ولی فرهنگشون هنوز هم جنس گراستیزیه اونا رو تغییر بده چه حرفی با اونا داری؟ مسیجا جا من همیشه به آدم ها میگم که دنیا خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزیه که توی زاویه دید و مغز بسته هر کدوم از ما بگنجه مگه ما چقدر به مسائل دنیا و اتفاقاتی که در دنیا داره میفته و اصلا چیزهایی که در این دنیای بین بزرگی وجود داره اشراف داریم اینکه ما فکر کنیم اونجور که ما فکر میکنیم روش درستی برای زندگیه اونجوری که ما انتخاب میکنیم پوششمون شریک زندگیمون رفتارمون اون درسته یکم به این فکر کنیم که شاید چند سال دیگه این عوض بشه و ما در اقلیت قرار بگیریم و یک سبک و روش دیگه زندگی و یک انسانهای دیگه که امروز از نظر ما متفاوت هستن اونها اون موقع تو اکثریت بشه. اکثر جوامع تو در دنیا دگر جنسگرا مهوره و همان سو جنسیتی محور یعنی پایش بر اینه که تو جنسیت خودت رو از بعد به تولد بپذیری و زن و مرد هم با هم ارتباط داشته باشن اما این به این معنا نیست که هیچ چیز دیگه ای وجود نداره شایا جان الان میگن ما کلا پس داریم ترویج فساد میکنیم میگیم جامعه هم ممکنه همه تغییر بکنه همین رو میخوام برای بپرسم وقتی دیدی یک اصلاح طلبی که فعالیت حقوق بشری میکنه با دیدن عکس یک کسی که هم جنس ولی پست و مقام دولتی داره میگه چندش اون لحظه چه حسی به دست میده که تازه اینا روشن فکر رو مثلا فعال و که این حرفا رو میزنن اولین حسی که به آدم دست میده به من شخصا دست میده احساس تاسف برای اون شخصه که خودش رو یک روشن فکر میدونه روشن فکری فقط یک برچسب با کلاس نیست روشن فکری یک طرز فکر همونجور که اسمش روشه و بعدش خشمه که ما چرا باید اینجا قرار داشته باشیم امروز در این قرن در این جایی که دنیا همش داره به سوی پیشرفت و داره میره و تنوع ها رو میپذیره ما باید روشن فکرای جامعمون هنوز 100 سال عقب باشن از همه جوامع پیشرفته دنیا و اون موقع تازه ما دلمون خوشه به این روشن برای تغییر و متاسفانه من فکر می کنم این تغییر هیچ وقت با این طرز تفکر اتفاق نمیفته من فکر میکنم دموکراسی زمانی اتفاق میفته که تو حق زندگی رو به همه انسان ها بدی نه حق زندگی رو به خودت و اون کسایی که شبیه به خودت هم بدی. اون جامعه هرگز عوض نمیشه شایا جان من برعکس امیدوارم به خاطر آدمایی مثل تو جامعه ما خیلی هم خوب عوض میشه برای اینکه تو واقعا داری خیلی فعالیت های خوبی رو انجام میدی حالا دلم میخواد ازت بپرسم آرزوی تو چیه فکر میکنی چند سال دیگه خودت تو ایران با همین هویتی که داری میتونی ببینی خیلی موقع میشینم فکر میکنم الان 6 7 ساله که ایران نرفتم و خب طبیعتا عزیزانی دارم در ایران و برای اون کوچه پس کوچه های رشت هم دلم تنگ میشه اما یه موقع فکر میکنم که ای کاش زندگی به من این فرصت رو بده که یک روزی آزادانه تو اون خیابون تو اون کوچه پس کوچه ها قدم بزنم و نبینم انسانی رو مثل خودم که دردهایی رو که من 20 سال پیش میکشیدم و از اون شهر از اون آدم ها, شاید از اون کشور متنفر شده بودم که تصمیم گرفتم که بیام و زندگیمو یک جای دیگه بسازم دیگه نبینم اونا رو دیگه نبینم پدری، مادری، والدی، والدینی فرزندشون رو به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر هویتش، به جرم متفاوت بودن با اون چی که اون فکر میکنه درسته مورد ظلم قرار بدن. خواهری، برادری، دوستی از داشتن یک فرد دیگه ای که الژی خجالت بکشن و شرمسار باشن. مردم به هم نخندن. با هم بخندن به روی هم بخندن دست همو بگیرن دن... به نظر من دنیای رنگارنگ دنیای قشنگ تریه ما با وجود تفاوت کنار هم دیگه خیلی قشنگی وگرنه سفید بودن که زیبایی نداره رنگ هاست که همه چی رو قشنگ آرزوم اینه که رنگارنگی رو به افکارمون به قلبمون به دنیامون شایا جان من خودم یاد گرفتم از آدمایی مثل شما که آگاهی ایجاد کردین همیشه هم میگم هم به همسرم که اگر ما بفهمیم بچه هامون هم جنسگرا هستن پشتشون مثل کوه میستیم ترنس هستن هر گرایش جنسی دارن ولی از ایران خیلی پیام میگیرم بچههایی که میترسن از اینکه پدرشون همون که گفتی اینا رو تحویل پلیس بدن فکر کن پدری الان صدای تو رو میشنوه برادری صدای تو رو میشنوه مادری میشنوه چی دوست داری تو چشاشون نگاه کنی بهشون بگی من همیشه حرفم به خانواده ها اینه که شما بزرگترین و بهترین حامی فرزندتون میتونی باشین در جامعه ای که انقدر تبعیض و ظلم و تنش برای این بچه ها زیاده شما مالک فرزندتون نیستید شما والد والدینشون یا از خانوادهشون هستید پس حق ندارید که برای اون روش زندگی و خط و زندگی تعریف کن شما وظیفتون وظیفه انسانی اینه که اون رو همون جوری که هست دوست داشته باشید. آبرو چی میشه شاید جان آبرو آبرو این واژه آبرو من, چوبه من و خانواده‌ام چوب این آبرو رو زیاد خوردیم. خانواده من به نقطه‌ای رسیده بودن که خونهشون رو عوض کردن و از اون محله که مثلا ما 25 سال درش زندگی میکنم و من اونجا به دنیا آمدن رفتن یک جای دیگه شهر که هیچ کس اونا رو نشناسه و من بعد دوباره بتونم برگردم باهاشون زندگی کنم بارها برای من پیش اومد حتی بعد جراحی من به عنوان یک زن تو جامعه زندگی میکردم با هویت قانونی منتصب به زنانه ولی اگر تو مهمونی تو عروسی تو جشن یه آشنا میدیدن حاضر بودن دل من رو بشکونن ولی اون شخص من نشناسه من و گفتم تو برو اون ور بر بشین که کسی تو رو نبینه تو برو عزیزا. اون ور بر بشین که کسی تو رو نشناسه دلگیر نیستم اونها هم چوب همین ناآگاهی و نبودن اطلاعات رو در جامعه میخوردم ما از فقر فرهنگی رنج میبریم واقعا دقیقا. جان. اما این اتفاق برای چند هزار نفر باید بیفته شایا جان من همین الان تو اینستاگرام پیج های پر مخاطبی رو میبینم که یکی از تفریحاتشون اینه که رقص همجنسگره ها رقص ترنس ها رو میذارن و مسخره میکنن چی دوست داری به اونا بگی که مخاطب زیادی هم دارن محسی جون من یه بار خیلی محترمانه به یکی از این صفحات رفلکس نشون دادم و گفتم که خیلی کار قشنگی نیست که شما گرایش جنسی بیان جنسیتی هویت جنسیتی آدم ها رو به مسخره بگیریم برای جلب مخاطب و خندودن دیگران و فکر میکنید صفحه ای که من بهش رفلکس نشون دارم چیکار کرد من رو استوری کرد و گفت به مخاطباش که ریپورتش کنید تا صفحش بسته بشه نیومد از من نپرسید تو کی هستی برای چی این حرف میزنی من یه آدم دیگه نبودم که انتقاد کردم من اون دردها رو کشیده بودم و آدم ها همون تمسخرها و همون خنده ها رو تو زندگی به من کرده بودم و من دلم نمیخواست یکی دیگه مورد اون تمسخرها قرار بگیره بهشون میگم که ای کاش که انقدر مخاطب دارید حالا از روش های مختلف بر خندوندن و تفریح مردم اونم مردمی که امروزه اینقدر تحت فشار هستن و نیاز دارن شاید اگه یک ساعت میان توی اینستا چهار تا چیز خوب و خنده ببینن استفاده میکن از این مخاطباتون بر فرهنگ هم استفاده کنی بین چهار تا پستی که خنده و شوخی و حالا هر چیز تنظیمی زارید یه پست فرهنگ سازی بذارید یه پست آموزشی بذارید یه ویدیو کوتاه آموزشی بذارید نه که از مخاطبتون کم نمیشه مخاطباتون چیزهای بهتری به غیر خندیدن هم یاد میگیره دقیقا مرسی امیدوارم همیشه همین قوی و محکم و پر از شور زندگی باشی اگر مرسی چیزی حسن. هست که به تو امید میده و دوست داری بگی بگو به عنوان آخرین سوال آه... فقط میخوام به بچه هایی که صدای منو میشنون چون من بارها در مورد زندگیم از خاطرات گذشتم مینویسم و بعضی ها به من انتقاد میکنن که دیگه این روزها که الان زندگیت خوبه چرا از اون غصه ها دردها مینویسی من اینا رو می نویسم که همه شما یادتون باشه من هم همه اون روزهایی که شما دارین می رو گذروندم ولی امروز به اینجا رسیدم پس ناامید نشین امیدتون رو حفظ کنید شرایط تغییر کنید مسی جون مرسی از تو و از تلویزیون صدای آمریکا برای دعوت ممنون که هستیم ممنون که مهربونی ممنون که داریم ممنون روی ماه تو می بوسم از دور بغلت میکنم تا همینطور به امید